در دانشگاه بود، در دانشگاه علوم اجتماعی با احسان نراقی کار میکرد، فارغ التحصیل شده بود و بعدا رفته بود به آمریکا برای ادامه تحصیلات. ما با احمد زیاد نشست و برخاست نداشتیم چون که نبود. از خانوادهش چه میدانیدم که براتون گفتم. سابقه فعالیت‌های سیاسی حمید قبل از ورود به سازمان دیگه کی مثلا؟ چون حمید سال شاید اواسط یا اواخر سال 42 به سارسته و با من هم‌حوزه شده. قبل از اون حمید هیچ نوع فعالیت مستقلی با گروه دیگری یا جریان دیگری نداشته و آغاز فعالیتش با من بوده. آها، حالا یک داستان دیگر رو براتون بگم. از بعد از آزادی بیژن، در صحبت‌های قبلی ذکر کردم که در صحبت‌های قبلی نه اصلا جز گروه خلیل ملکی گفتم بهتون اینا معنا نداره، این اصلا سنشون قد نمیداد که به گروه خلیل ملکی بخوره. همین چند ماه هم از من کوچکتره، نمیدونم متولد من متولد آبان بودم، شاید اون مثلا تا اسفند یا سال شدم متولد سال 25 ولی بعد از منه. از اینو میگفتم که سال 25 سال 44 بیژن رفت زندان و ما روابطمون که همچنان با احمد افشار و بعد هم در این دوره ما بحث شدیم با علی اکبر صفایی فراهانی مسئول ماست. وقتی که بیژن میره به زندان مسئول حوزه من و حمید علی اکبر صفایی فراهانیه و من و علی اکبر با هم میریم یه خونه میگیریم در اطراف سیدخندان که خاطرات جالبی هم از اون خونه و از اون ماجراهای اونجا دارم که ولی به حمید مربوط نیست. یعنی من به خانواده گفته بودم که ما میریم برای بندر پهلوی برای درس خوندن و آماده شدن برای کنکور، برای در واقع رفته بودیم یک خونه ای اجاره کرده بودیم برای اینکه ما بتونیم نشریه پیام دانشجو رو ما هم دیگه کار بکنیم و منتشر بکنیم و غیره و ذالک. در این دوره تا یک 9 ماه طول میکشه تا سال اوایل سال 45 بیژن زندانه، کارهای ما مختل و بیشتر به گفتگو میگذره کارمون. ولی وقتی که بیژن در فروردین سال 45 آزاد میشه، خودش میاد دوباره من و حمید رو از علی اکبر صفایی فراهانی تحویل میگیره و یه سری جلساتی ما با بیژن جزنی مجددا داشتیم. این جلسات این حوزه خیلی جدیتر از دوره قبل بود که با من اولین گفتم مسئولم احمد افشار، دومیش عزیز سرمدی، سومیش هم علی اکبر صفایی فراهانی بود که من حمیدم همیشه با هم همحوزه بودیم تا این دوران. سال 45 فروردین 45 که ما با بیژن ملاقات میکنیم دوباره، حالا 3 سال از عضویت اون در گروه گذشته، از عضویت من و 2 سال نیم هم بله حمید، حدودا بحث های خیلی جدیتری شروع میشه، بحث های استراتژی و تاکتیک، بحث هایی که از چه راهی میتوان تغییر نظام و حکومت و جامعه را تغییر ها. و بیژن برای ما استدلال میکنه که باید گذر در ایران
به یک جامعه دموکراتیک، به یک جامعه که ما میخواییم بسازیم از طریق قهرامیز خواهد بود، به این دلیل که روبنای سیاسی دیکتاتوریه و با دیکتاتوری نمیشه از راه های مسالمت آمیز کنار اومد و ما باید بریم به طرف راه های قهرامیز. و بحثی درباره کرکتر من و کرکتر حمید اشرف پیش میکشه در جلسات و حوزه و به من میگه، به حمید به من میگه که تو بسیار قابلیت داری برای اینکه کار مردمی بکنی، تبلیغاتچی خوبی هستی، خوب صحبت میکنی و میتونی در کارهای صنفی سیاسی یا نیمه علنی مشارکت داشته باشی و خوبه که بری به اون بخش. و سازمانی که ما میخوایم تأسیس بکنیم، داریم تأسیس میکنیم از این به بعد، سازمانی خواهد بود که دو بخش خواهد داشت، یه بخش سیاسی نظامی و یه بخش سیاسی صنفی و تو به بخش سیاسی صنفی منتقل میشی. حمید رو روی کرکترش و خصوصیاتش بحث میکنه و همون خصوصیاتی رو که من برای شما شمردم از شخص حمید اونها رو برمیشماره. یک خاطره جالبی هم در همینجا برای شما بگم که باز هم دقت و هوش حمید رو در این زمینه بازتاب میده. شبی بود که از گروه کاوه به ما خبر دادند که یک گروه کوهنوردی در هزار دره طرف جاده آمل بابل در اونجا گیر کرده، حالا شاید هزار دره نباشه، یه هزار چیچی باشه، یعنی هزار داشت گیر کرده و قطع ارتباط و اینا چند روز گم شدن در اونجا یا گیر کردن و باید کمک برای اینها فرستاده بشه. این رو سعید کلانتری مطرح کرده و حمید برای کمک رفته بود با اون گروه کار بکنه و در اونجا یک جفت کفش که یا از اونهایی که آمده بودن پایین، و حالا این دقیق یادم نیست چجوری بوده، چجوری با این کفش مربوط شده بوده حمید، ولی یک کفش دیده بوده که معلوم بوده بسیار ازش استفاده شده و واکس نداشته و خط خطی بوده روش. اینها این کفش رو حمید اونجا میبینه تو اون کمپی که رفته بودن به کمک اونها، ولی اون فردی رو که گم شده بوده در اونجا اون خود اون رو نمیبینه. اینا میگن کفش اون کسیه که ماله که گم شده بوده. یک روزی که ما جلسه داشتیم، حمید در جلسه از بیژن به بیژن میگه که من تو رو شناختم که تو کی هستی. حالا بیژن نمیشناختی که، بیژن ندیده بود، یعنی به اسم نمیشناخت تو جلسه ما، حالا جلسه ای که بیژن از زندان آمده بیرون به ما معرفی شده که بیام خب با شما صحبت کنم. من خب بیژن میشناختم ولی حمید نمیشناخت. نه درستر این شکله که بگم، بیژن نمیشناخت و در جلسه نگفت. جلسه که تموم شد به من گفت که این کسی که آمده بود اینجا بیژن جزنی بود. من دو شک شدم که این از کجا فهمید که این فرد بیژن جزنیه. دیدم که میگه این کفشایی که پاش بود همون کفشای آدمی بود که اون زمان تو دره هزارلا یا هزار دره گم شده بود و من اون کفشا رو اونجا دیدم و گفتم اون کفشا مال بیژن جزنیه. این کسی هست به اسم بیژن جزنی که ما اینو بعدم به بیژن گفتم که اینجوریه. حالا این اون دقت و حساسیت حمید رو میرسوند و بیژن خیلی خوشش میامد از این هوش و از این دقت نظر در کار حمید.
و گفت که حمید خوبه که بره به بخش سیاسی نظامی. ما از اون به بعد از با حمید جدا شدیم. آقای نگهدار، اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید از نوع رابطه خودتون و حمید با صفای فراهانی. سپاسگزارم. صفای فراهانی رو نمیشناختم.